صحبت من امروز حول هوش این کتاب تازه‌ای که سال پیش در آمریکا چاپ شد. عنوان کتاب به انگلیسی هست Words Not Swords، که ترجمه رسایی به فارسی من هنوز براش نتونستم پیدا بکنم، و میدونم در ایران خود ما جدال برای احقاق حقوق زن مسبوق به یک سابقه طولانی و لااقل در دوران معاصر 160 ساله است. میخوام بگم در تاریخ ایران در این صد و خوردی سال گذشته نه تنها دو انقلاب، انقلاب سالهای 1905-1911، انقلاب مشروطه و انقلابی که به عنوان انقلاب اسلامی شناخته شده ولی انقلاب بسیار گسترده تری بود در آغاز، و من میگم انقلاب سالهای 1979، یک انقلاب سومی هم در ایران اتفاق افتاده، انقلابی که با مفاهیم سنتی انقلاب همخوانی نداره، انقلابی که خشونت و خونبار نبوده، خونریزی در اون اتفاق نیفتاده، ولی انقلابیه که از بیخ و بن جامعه ایران رو زیر و رو کرده. به گمان من، من میگم این انقلاب، انقلاب زنانه، انقلاب زنانه، نه به اون مفهومی که مردا درش نقشی نداشتن. من به عنوان یک دانش آموز، یک طلبه مطالعات زنان در 30-40 سال اخیر هرگز به این اعتقاد نداشتم که این دو از هم جدان، یا مرد دشمن و دشمن زنه، اصلا اینطوره. و در ایران لااقل، اگر حتما میدونید که اغلب زنایی که پیشکسوت بودن در سنت های زنانه، در این جنبش های زنانه، پشتیبانی مرد رو هم داشتن، همونطور که مردایی که در ایران کارهای مهمی کردن همیشه پشتیبانی یک زن رو داشتن. من، طاهره قرة‌العین و جنبش بابیا و بعد بهایی ها در ایران، و به ویژه نقش طاهره قرة‌العین، و این رو من به عنوان یک زنی میگم که در یک خانواده مسلمان متولد و بزرگ شدم، ولی مطالعات من به من اینطور آموخته که نقش این زن نقش سازنده‌ای بود. او در سال 1848، یعنی همون سالی که جنبش زنان در دنیا آغاز شد در سنکا فالز نیویورک، او هم در ایران یک تنه وارد یک جمع 81 نفری شد که همه مرد بودن، و گفت این آغاز یک دوره جدیدی است، و با صدای بی‌حجابش و صدایی که و صورتی که کشف حجاب شده بود وارد یک جمع مردانه شد. و البته میدونیم که 4 سال بعد در سال 1852 کشتنش، و به نحو جالبی هم کشتنش، خفش کردن، یعنی صدای زن رو خفه کردن و صدای یک زن شاعر رو خفه کردن. اهمیت قرة‌العین برای من و برای نوشته من در صدای رسا و در شعرش هم. یکی از دستاوردهای مهم این زنها در این 160 سال اخیر و یکی از تزای اصلی کتاب من اینه که زنای نویسنده در ایران پیشکسوت این جنبش زنان بودند، هرچند که در اغلب کتابایی که راجع به جنبش زنان نوشته میشه اغلب به این مسئله اشاره نمیشه، ولی به گمان من نقش زنای نویسنده در جنبش زنان در ایران نقش پیشکسوت و بسیار سازنده‌ای بوده. یکی از مهمترین مسائلی رو که زنای نویسنده مطرح کردن مناسبات زن و مرد بود. یعنی شما اگر به جنبش ها و انقلاباتی که در 160 سال اخیر در ایران اتفاق افتاد نگاهی گذرا بکنید، ببینید که راجع به خیلی مطالب
صحبت شده. از سیاستمدارای چپ و راست و میانه، عرفی و شرعی، سکولار و مذهبی، همه راجع به مسئله حجاب، راجع به مسائل قانونی زن، راجع به حضور زن در عرصه‌های عمومی صحبت کردند، ولی راجع به مناسبات زن و مرد تا اونجایی که من میدونم کمتر جنبش، حتی جنبش چپ صحبت کرده. بی‌عدالتی فقط مختص دستگاه حاکمی نیست، بی‌عدالتی نوع خانگیش بدترین نوع بی‌عدالتی است. بی‌عدالتیه که اونقدر دیدیمش که دیگه بهش توجهی نداریم، بی‌عدالتیه که اونقدر راجع بهش شنیدیم که دیگه اثری رو ما نداره. نمیشه در بیرون در جستجوی عدالت بود و در خانه عدالت ستیز بود. نمیشه دموکراسی برای جمع خواست ولی به درون خانه که رسیدیم یک مقتدر، یک دیکتاتور قهار تبدیل شیم. و به نظر من این زنا بودن که این مسئله رو به حکم این که راجب اندرون و راجب خانه و راجب مناسبات بیشتر صحبت میکردن وارد گفتمان عمومی کردن. اگر این بحث و گفتگو از دستاوردهای این انقلاب سومی بود که من راجبش در این صد و خورده سال صحبت میکنم، انگیزه این انقلاب به گمان من رهایی از زندانی بود که زن ایرانی برای قرنها در اون محبوس بود. همینطور که فکر میکنم با من موافقت بکنید، برای قرنها یک دیوار نمادینی فضا رو در ایران به دو بخش اندرونی و بیرونی تقسیم کرده بود. نظام اجتماعی در ایران فقط نه تنها بر پایه قومیت و مذهب بلکه بر اساس جنسیت هم تفکیک شده بود. برای به تحقیق رسوندن این جداسازی، این اصلا براش در فارسی ما واژه‌ای هنوز نداریم، سگریگیشن یک واژه جا افتاده در زبان‌های غربی است و از اون مهمتر دیسگریگیشن که برای همه جا افتاده و به راحتی همه، من اصلا واژه مترادف دیسگریگیشن در فارسی ندارم. شما کسی واژه فارسی مترادف با دیسگریگیشن داره؟ در صورتی که من فکر میکنم در 160 سال اخیر یکی از مهمترین اتفاقاتی که در ایران شد همین دیسگریگیشن بود، همین مبارزه و جدال علیه این جداسازی دنیای زن و مرد. همونطور که دور خونه های ما لااقل تا چند دهه قبل دیوار آجرینی بود و دور زنها یک دیوار پارچه‌ای سیار کشیده میشد، یک سری قوانین هم از امتزاج زن و مرد جلوگیری میکرد. و چطور این کار انجام پذیر شد؟ مرد آزادی حرکت داشت که باز هم واژه رسایی نیست در فارسی، freedom of movement، liberté de mouvement که به فرانسه به نظر من زیباتر و رساتر آزادی حرکت اصلا نمیرسونه حرف منو. مرد همواره آزادی حرکت داشت، دنیای بیرون متعلق به او بود و زن محبوس اندرونی بود. زن خوب فرمانبر پارسا زنی بود که آفتاب مهتاب ندیده بود، زنی بود که در چهارچوب خانه برای قرنها زن ایرانی
از این آزادی محروم بود و این آزادی بسیاری از آزادی‌های دیگر رو از او گرفت. آزادی برای شکوفایی در هنرها، آزادی استقلال مالی، هرچند که در اسلام به زن آزادی استقلال مالی داده شده، ولی مادامی که شما نتونید از خونه بیرون برید، اون استقلال مالی چندان فایده نداره، بهتر از نداشتنشه، ولی اونقدر که باید و شاید نمیشه ازش استفاده کرد. هرگز به دهات ایران نرفتید یا زنای ایلاتی رو ندیدید که کار میکنن و بیشتر کارا رو در دهات اغلب زنا میکنن؟ به کرات رفتم و دیدم و میدونم. سوال من اون نیست که آیا زن بل اجبار مجبور به کار در بیرون میشه. سوال من اینه که وقتی توی قهوه خونه اون دهات میرید، زن رو تو اون قهوه خونه ها میبینید یا نه؟ وقتی مرد ایلاتی میشینه منقلش رو جور میکنه، حال میکنه، سیگار میکشه، صحبت میکنه، تو اون جمع هم زن رو میبینید یا زن مشغول آشپزی در اندرونه؟ بنابراین این مردهای قراردادی میتونه گسترده تر بشه به خاطر نیاز مالی، ولی اگر نیاز مالی نبود، زن ایدئال آرمانی زنیست که سنگین و صامته، یعنی سنگینه، تکون نمیخوره و ساکته، لالمونی گرفته، حرف بی خود نمیزنه. تیز مسئله مختص فرهنگ ایرانیست. در جوامع دیگه هم به عناوین مختلف از آزادی بدون قید و شرط زن جلوگیری شده. شما اگر اصلا نشانه زنانگی و مردانگی رو در نظر بگیرید، این نشانه مردانگی است، اسلحه مارس که میبینید تیریست رو به آسمان، ولی نشانه زنانگی چیه؟ یک آینه دستی است و زنی که محبوس در این آینه دستی است. ببینید چسبیده به زمینه و برخلاف نشانه مردانگی که پرواز، پر پرواز داره، این زن ریشه در خاک داره. فواید زیادی در این هست، ولی من فعلا فقط روی موضوع این مسئله حرکت و آزادی زن میخوام صحبت بکنم. دقیقا این آزادی، این عدم آزادی حرکت که انگیزه این انقلاب سوم در ایران شد. و تا اونجایی که من اطلاع دارم، در کتابهایی که در مورد زنان در ایران نوشته شده و در مورد زنان در دنیای خاورمیانه، دنیای اسلامی نوشته شده، به این مسئله توجهی نشده، به مسائل مالی، به مسائل جنسی، انواع اقسام نقش زن در درون خانه توجهی شده، ولی به این که پایه و اساس این چیست توجهی نشده. و پیشنهاد من اینه که پایه و اساس تمام این تبعیضات عدم آزادی حرکت زن. واسه من خیلی جالب بود وقتی دیدم که کمپین 1,000,000 امضا در ایران، ماتوی که برای خودشون انتخاب کردن، چهره به چهره، رو به رو و کوچه به کوچه، در به دره. شعر متعلق به شعر قرة‌العینه، از اون مهمتر شعریه که بر مبنای حرکت کوچه به کوچه و در به در رفتن این زن هاست. میدونیم که متاسفانه بسیاری از این فعالین کمپین 1,000,000 امضا، بعضیاشون در زندانن، برای بعضیاشون وثیقه های بزرگی نوشته شده، ولی به نظر من میاد که این زنا رو شاید بشه زندانی کرد، ولی این نیاز به حرکت و آزادی و آزادگی رو نمیشه زندانی کرد.